اول قرنتیان فصل چهارم. همه باید ما را خادمان مسیح و ناظران حقایق اسرار خدا بدانند. البته یک ناظر باید قابل اعتماد باشد. اما اگر به وسیله شما و یا یک محکمه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد. من درباره خود قضاوت نمی کنم. شاید من در خود عیبی نمی بینم، ولی این دلیل نیست که من بیگناه هستم. خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد. پس پیش از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید، بلکه منتظر آمدن خداوند باشید، زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. در آن وقت هر کس آن طور که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. ای برادران، به خاطر شما خودم و اپولس را نمونه قرار دادم تا از ما یاد بگیرید که از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد، تا هیچ یک از شما خودپسندانه یک نفر را تعریف نکند و دیگری را خوار نشمارد. زیرا کیست که تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از دیگران گرفته ای چی داری؟ پس اگر از کسی دیگر گرفتی، چرا طوری به خود فخر می کنی که گویا از خود داشته ای؟ اکنون دیگر تمام آرزوهای شما برآورده شده است. حالا همه چیز برای شما فراهم است و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا این طور می بود تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم. چنین به نظر می رسد که خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم به مرگ که در آخر صف لشکریان قرار دارند به نمایش گذارده و ما را در مقابل چشم تمام کائنات، چه فرشته و چه انسان، به تماشا گذاشته است. به خاطر مسیح لوده شمرده می شویم، ولی شما در مسیح مردمان دانا هستید. ما ضعیف هستیم و شما قوی. ما را حقیر می شمارند و به شما افتخار می کنند. تا به این ساعت ما گرسنه و تشنه‌ایم، لباس کافی نداریم، لت و کوب می شویم، آواره و سرگردان هستیم. با وجود این با دستهای خود کار می کنیم و زحمت می کشیم. وقتی فحش می شنویم دعای خیر می کنیم. وقتی آزار می‌بینیم تحمل می‌کنیم. وقتی به ما تهمت می‌زنند با مهربانی جواب می‌دهیم. ما مانند کثافت دنیا و لجن عالم انسانیت گشته و هنوز هم همین حالت را داریم. اینها را ننوشتم تا شما را خجل سازم، بلکه خواستم شما را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت نمایم. زیرا اگرچه شما هزاران معلم در مسیح داشته باشید، ولی بیشتر از یک پدر نخواهید داشت. و من با دادن بشارت انجیل مسبب پیوستگی شما با مسیح شده و به این وسیله پدر شما گشتم. بنابراین از شما درخواست می کنم از من پیروی کنید. برای این منظور تیموتائوس را پیش شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من در خداوند است. اصولی را که از مسیح آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم می دهم او به شما یادآوری خواهد کرد. اما عده‌ای چون فکر می کنند که من نزد شما نخواهم آمد مغرور شدند. ولی اگر خدا بخواهد به زودی پیش شما خواهم آمد و آن وقت
دیگر ادعاهای اشخاص مغرور را قبول نمی کنم، بلکه می خواهم ببینم که قدرت آنها تا چه حد است. زیرا پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست، بلکه از قدرت است. من چگونه نزد شما بیایم؟ با دره و یا با مهربانی و ملایمت؟